با سلام و احترام به هموطنانم در سراسر ایران و دنیا، یک بحثی رو میخوام مطرح کنم. به در تک تک ما ایرانی ها میخوره، چه در داخل چه خارج کشور، اما من میدونم به دست همه نمیرسه یا میگذرن دو ما چی دیگه هستن. دوستان، حکومت تمام شده است. اون زمان میگفتم اروپا تمام شده است، بعضی میخندیدن. اون زمان میگفتم آمریکا کلش کنده است، وقتی میگفتم روسیه و چین اینجوری هستن، بعضی فکر میکنن مثلا دارم سعته سنتی. نه، نزدم، عقلانی حرف میزنم. زمان میگفتن آها انگلیس، مگه میشه انگلیس سیاست چنگی چی شد الان؟ میشه دریوزی افتاد، به جای افتادی دارو نداره بده مردمش بخورند. میگه به درک مردم. نخست وزیرش به زبان خودم این هفته قبل گفت به درک اینه که مریض شدن، کرونا گرفتن، مردن. تو نمیتونه کاری بکنه. اون تخکازی ها، تخکاز رفتان ها، این یا تواصل داره. اما خبری خوندم که شوکه شدم در مورد آلمان و پرنده‌ای که در آلمان هستن. البته آلمان، من یادتون باشه زمانی که سوریا دعوت کرده خانم پخم خانم با اون قیافه منگولش، گفت که ما را عربستان را ندادیم، ما را دادیم. من همونجا برای مشاورشی کلی پوکر فرستم توی مارستان را زیر سلام بودم، یادتون باشه. و بعد گفته نه خانم مرکل، گفته ما حسابش عمل میکنیم. من بهتون همه پیشرو تو آلمان کردن دوست دارم. یک درس خطر کرد، چون هم آلمان میشناختم، هم عربا رو میشناختم، هم سوریا رو به خصوص میشناختم. شما پرنده رو بیاید حکمم بدید، اگر تونستید چهار تا سوری بدون کنید من گردن میدم. شاید کشور دیگه افغانی ها برن، شاید ایرانی ها برن، شاید پاکستانی ها برن، ولی سوری ها و عرب ها جیگر شما رو در میارند. چوبتون میکنن سر دهن بدون طلبکار شما هستن. میگه شما کشور ما نابود کردید و شما به خاطر سوری ها یه دیگه رو چیز کنید. شما، من میدونم که اقتصاد نابود شده است، من میدونم که دیگه حالا کار نیست، من میدونم که الان کارفرمایی کار نمیکنه سر دنیا. شما دلار پنفت حساب قطع دهده کیلو کار نیست، من میدونم درآمد نداره، من میدونم. یورو هم که روز به روز شما ضعیف تر میکنه، من میدونم، همه رو میدونم. شما در حق ایران و مردم ایران و شاید ها چه کردید؟ 4 میلیارد مارک، الان باید مرزی اسکنا صحبت خواهد کرد، 4 میلیارد مارک فقط شرکت فریستورنر شاهنشاه بهشون نفت داد که ازشون جنس بگیره. چه کردید؟ بعد خدا بلایی بر شما نازل که بنام آلمان شرقی، بلایی که اصلا باورتون نمیشه بیروزگار بیفتیم، این خفت از ذلت بیفتیم. یه نفر 30 سال کار کن تو آلمان، باید حقوق بازنشسته، زمان بازنشستگی حقوقش بیشتر از یک باشتون پس انداز که 30 سال داده شما خوردید، بعد فقط به اندازهی بهش میدن حقوق رو که تا سر ما زنده بماند. اگر بماند مالیاتان بادونه های ساعت بسار باتر میبرید. این نتیجه اون اعمال شماست و دامن تو خواهد گرفت و بدون شک، بدون برو برگرد، جنگ داخلی خواهد شد، چون نئونازی های شما طرفکار شدن. نئونازی که آلمان به خاک سیاه نشوندند، نئونازی هایی که آلمان با تمام دنیا به جنگ انداختند، 80-90% مردای شما کشته شدند، همه چیز نابود شد. اون نئونازی ها تو کشور شما جوانن، عقلشون کار نمی کنه، پول میگن با حتما ما درست میگیم، هم کاری که اول سال 50 تو ایران جوانای ما کردن. برید فکر اساسی بکنید. با بیرون که رفتن لایه سر تصیب کردن، همین لایه رو تصیب کردید که بنیاد خانواده در آلمان نابود کردید. باز اشتباه تکرار میکنید، تاریخ تکرار میشود. پرنده اگه اینجوری به اتفاق بیفته بخواهم چکاره بکنید؟ چون اول توانش ندارید، من مطمئن ندارید، شکل حرف هم میسته، شاید چهار تا آدم محخوز به و انسان باشه بره، ولی 96 تاش نمیرند و هزینه برشان میسازن، کارم نمیکنه. شما از این رو استفاده میکردید، برون کار سیاه استفاده میکردید، ولی الان کار سیاه هم نیست براشون، برای شما هم نیست. و تکرار اشتباه در اشتباه در اشتباه. به خاطر چی؟ پول دزدی، خیانت، جنایت. پس شما مستقل بشید شماها. اون روبای پیر انگلیس اونجا بود، چه کار کرد با پول؟ از پول خودش نابود شد، فرق نمیکنه. که در مقابل دلار وایستید، آمریکا این کار کرده؟ نه. به خصوص توی آلمان. توی که هنوز حق ساخت سلاح نداری، توی که هنوز حق ارتش تشکیل نداری، تو و ژاپن هم بهت مشتبه شد، نه خانم مرکل، اینجوری خاک سیاه میشوند. پس این اتفاق خوبی نیست و این آلمان رو نابود خواهد کرد، به خاطری که آبی که تو شیرها کردند
دزدی هایی که کردند. آلمانی دوستان بایدشون کار بود تا بفن چه قومی هستند. یک تطفیق نژاد عجیب، همه هم خنگ آدم و آدم. در روز لااقل نه 800 900 کارشون 7 800 500 رو پف پف میکنند، چون نمیتونن بکشند. آلمان چنان پرسنلش رو نیروی فنیش رو استثمار کرده و استعمار، اصلا تصورش بهشون مشکله. یه آلمانی که کار میکنه توی کارخونه خیلی جالبه که کارمندی خود کنه، میخواد یه آبگرم کنه خوشی نصب کنه. چهار نفر میان اینو میذارن، بعدا چهار نفر میان اینو میبرن بالا، بعد چهار نفر میان بالا نصبش میکنن. این حدود یه پروسه 7-8 دقیقه طول میکشه. حالا همه کارش کردن، آمده سیم بخش رو بردن پایین، باز یک گروه میان این پریزر میکوبن، دو پیچی دو کلی میکوبن، باز یک باز دو نفر دیگه بتونیم سیماشو ببندن، باز دو نفر دیگه روشنش کنن. انسانهاش جوری استعمال کرده که کار کسی کسی بلد نباشه، بلد نباشه. اگه خواست کارخونه بره بیرون، بره سرش بره بمیره. تو اونا فقط ایرانی هستن، اگه کاری بلد هستن ایرانی هستن، کارخونه افغانی و پاکستانی ها. خب چه کردی شما؟ اول از ملت خود نابود کردی. خوشحالی که استثمارشون کردی، استعمار زندگیش که بین چهارشون کردی، نه همینه. همه از آینده امیدن. در آلمان شما یک آدم امیدوار که آلمانی باشه به با آینده وجود نداره. میبینی همیشه تو فکرن، حال از دست میدن، تو ها زندگی نمی کنند. این بدترین نوع نگهداری مردم هست، مردم هست. های بخواه توجیه هم بگو، توجیه نداره خانم مرکل. خانم مرکل توجیه نداره. میبینید دیگه عمل کرده نتیجه ببینید، دو سازه بزن حاضر. باز من صحبت میکنم فعلا روزی بحث مذهب حتما صحبت خواهم کرد، دو تا پرده بالاتر خواهم زد که لازمه هست با دو دونسته بشه. 3-4 سال قبل جوادم که حرفار بزنم راست شدتون میگم. بعد شهاب الدین طباطبایی دبیرکل حزب ندای ایرانیان و از نزدیکان محمد خاتمی آینده شیمی را برای همه آخوندهای حاکم پیش بینی کرده است. شهاب الدین طباطبایی دبیرکل حزب اصلاح طلب ندای ایرانیان در مناظره با امیرحسین ثابتی فعال رسانه حامی حکومت گفت که مردم از اصلاح طلبان بیشتر اصولگرا بدشان میآید. ببین دوستان، اینا ذاتشون همینه، نون حرام خوردند، نطفهشون حرومه. ببین این دو کلیپ رو میذارم بیرون. آقای رئیسی بله گوشید، شما سید هستی، دستاتو بر بالا، با بلند بگو حسن برگرده. تو گوه خوردی با حسن، گوه خوردی با جدواده. تو اصلاحاتل بده همینی. شما لیدراتون خانم مسیح علی نژاده، افتخار میکنه قبل ازدواج بچه‌دارش تا حامله بوده، افتخار میکنه خیلی خوابیده، این افتخارشه. شما اصلاحاتل با آدم نمیشید، آدم نمیشید، چون ذاتتون به آدم نبود. یه یکی دیگه بعد جالبه دروغ بزرگشون، من همیشه پای کامپیوترم دیگه، اینستاگرام همه جا هستم، لااقل 24 ساعت 16 فیست پای کامپیوترم. این کلیپ 50 میلیون بیننده داشته، دیگه 10 میلیون. چرا دروغ میگید؟ دروغ تا آخر دنیا میتواند برود، نمیتواند برگردد. دروغ هرچی بزرگ شده یعنی بهمن بزرگ میشه، یه آب میشه، خاک آدم بر سر. بی دریزی بی دروغ افتادید. ببین حسن جا حسن برگردد، حسن چی گوی خورد؟ همیشه سطح یک کرباس هست. حسن روحانی که شب توی یک شهر محاسبه بخوابه درخت ها باشده و نخواهید با حقا رفته اشو آورده. به هزینه کی؟ به هزینه کی؟ این حسن روحانیه. برادرش چقدر دزدی کردن؟ تکون چقدر دزدی کردن؟ این حسن روحانی. خلایق شما اصلاح طلب همین لایق دارن، ولی میدونید بازی رو باختید. میدونید تک تک شما حاکم میشه، چه اصلاح طلب تو اصولگرا فرقی نمیکنه. اصولگرا از شما جنایتکارتر، شما از اون جنایتکارتر. این سیرت بهترم نذارید، مردم گوششون پره، بیشتر فوشتون میدن، بیشتر اوقتون میکنند. هرچی حرفا رو بزنید مردم میفهمید چات فوش خاربه پدر مادرتون میدند، خاک حالا برسد. بله او افسود در جلسه گفته بود اگه خدای نکرده فای در کشور بیفتد بین محمد خاتمی رئیس جمهور، خوب دقت کنید، بین محمد خاتمی رئیس جمهور و احمد خاتمی که اصولگرا از اون اصلاح طلبه
خیلی جمله قشنگی رو گفته. خدا که اتفاق بیفته در کشور بین محمد خاطر رئیس جمهور و سابق و احمد خاتم عضو مجلس خبرگان 6 تیر برق واصل است. اما الان میگوید که اولین تیر برق، تیر چراغ برق مال محمد خاتمی خواهد بود. این خیلی حرفای جالبیه. تاریکی جو شاهانش هست نه ولی الان حرفو گذاشته. در یمن 2/3 مردان و 1/3 زنان قات میزنند. قات نام گیاه مخدر است که بومی شرق آفریقا و عربستان است و با جویدن این گیاه حالت موقتی از سرخوشی و توهم به فرد دست میدهد. میگن طرف قات زده است. حالا سی وسط میگم بخندید. در نیشابور در فاصل حمام و سر چهارها معمولا یک چیز این مثلا ناس اینا میداختن میرفتن تو همون که تو همون که هستن سرحال باشن قبلا باشن. همیشه دشتی میخریم میرفتن. یه نفر یک قرون میخره میگه باید بزر قشنگ حال بده. میگه زیر دوش میده امروز حال نده این رو دیدی خریده که دیده بود گذاشته ناس یا هرچی حال نده. لخت میاد بیرون سر چهار یقی آرون میگیره یه پول رو پس بدم. میگه چه پس بدم؟ میگه امروز این نشه تو نشه نکرده من نشه نده حال نده پول برای بده. بعد میگه ملت ببین نشه ما نشهش کرده یا نکرده که لخت اومده بیرون و مبارکتون باشه حسی ها. در کتاب فرمان فرمای عالم صفحه 534 چی میگه؟ آقای باسانی پارزی یک نابغه بود در نوع خودش عجوبه بود. کتاباشو بخونید از در شاید فرصانی بعدا بخونید حتما بخونید. تمام کتاباش درسه، هم مورخه هم تاریخ نویس هم داستانگو همه چی هست. من کمتر دیدم توی ایران نویسنده در این حد اعلا بنویسه و سواد داشته باشه و گشته باشه. کتابی خیلی زیاد داره که معروفش پیغمبر دوزان هست. فرمان فرما که حاکم کرمان بود درس بده اینجا آقایون ها وزی گوسیدی میخورن میخوام اینو بهشون براشون بگم. فرمان فرما که حاکم کرمان بود حسین خان بلوش را دستگیر و به همراه فرزند خسرو به زندان افکند. فرزند حسین خان در زندان به دیفتری دچار شد. حسین خان به افسرالملک وزیر فرمان فرما گفت به فرمان فرما بگو 500 تومان میدهم به جای آن فقط برای پسر خرسال بیگناه را از زندان آزاد کنید تا نمیرد. فرمان فرما با بیرحمی پاسخ داد من که فرمان فرمای کرمان هستم نظم و انتظام نظم و ببخشید به فرمان فرما بگو 500 تومان میدم فلان. بعد میگه این ترجمه میگه که چشام نمیبینه کرمان اصلا نظم انتظام مملکت خود رو به 500 تومان رشوه نمیفروشم. نظم و انتظام رو 500 تومان رشوه نمیفروشم. بنابراین چند روز بعد این تفلک در زندان و پیش چشم پدر جان داد. پس گفته نمیفروشم 500 تومان بچه هم مرد. از قضای روزگار سال بعد پسر خود فرمان فرما نیز دیفتری گرفت و فرمان فرما برای شفای پسرش 500 گوسفند نذر کرد. کاری که میکنن نذری ها و اربعین و فلان و بند و بساطی کار میخوان بکنن اینا همینه. این خودگوزنیه، خودشون رو قانع کردن اصلا قاعده چیز دیگه است. از قضای روزگار سال بعد پسر خود فرمان دیفتری گرفت و فرمان فرما برای شفای پسرش 500 گوسفند نذر کرد و به فقرا داد ولی سودی نبخشید و فرزند وی نیز پیش چشم پدر جان داد. روزی فرمان فرما وزیرش را دید و گفت عجب روزگاری است، اگر خدا پیغمبر در کار نیست لااقل به دعای فقیرانی که آنها با این گوساله اطعام کردن باید فرزندم زنده میماند. وزیر گفت اینگونه نگوی قربان. فرمان فرما کل عالم انتظام و نظم جهان را به 500 گوساله رشته میفروشد. نظم انتظام را به 500 گوساله رشته فرمان فرمای کرمان نمیفروشد. ناگاه با هم نگریستند و با هم گریستند. فکر کردی با این کارا و دعا خوندن و فلان کردن و خب عباس قفوری هم که دعوتی بردیم اونجا دی عباس قفوری در که وارد شده پیغمبر و خدا و پیغمبر و قرآن فوش تو خودت او هم روانه شده. اون بلاها سر ملت آورده با این اسم دین و قرآن. اینها همه تون یکی هستید، همه تون محکوم به نابودی هستید، یک راه هم بیشتر ندارید. یه روز قفوری گفت اومدی اینجا منو بکشی؟ گفتم تو سگ کی هستی؟ تو میخوام تو رو بکشم. تو بمونی آبروت بره، آبروت بره بعد بمیری به درک واسه بشی. تا
تا کلیپ بعدی.